سری برنامه های دیگر و این بار دومین برنامه نامه ها و یادها و همچنان در کنار آقای فریدون موزی مقدم آشنا به سینما. وقتی میگویم آشنا در حد تخصص وافق تخصص و بعدها خواهید دید کارهای فرهنگی در فرانسه در ایران که به اونها خواهیم رسید. آقای موزی مقدم در برنامه اول زندگی شما رو در یک مسیر طبیعی با نقد و آگاهی امروز شما دنبال کردیم و این شیرینی دوچندان با پولهای پدر بزرگ در ارتباط با سینما چه کردید؟ با پولهای پدر بزرگ یعنی 15 ریال در هفته. پول کمی نبود برای اون موقع. 15 ریال یعنی سه تا مجله فردوسی، سه شماره مجله فردوسی یک دوره بعد. بله. و ما در اونجایی که زندگی می کردیم باید یک اتوبوسی سوار می شدیم و من روی پای برادرم می شستم که یک قرون بدیم یا همچی چیزی بود و دو تا بلیت 6000 و نظرم 6 ریالی می رفتیم تا حسن آباد و سینمای میهن. بله توی میدون بود. بله فیلمای هندی می داد اونجا. نه نه اینا مال بعده. حالا براتون میگم که لطف میکنم. ما این سینما همیشه اکران دوم فیلم های خارجی بود. اول تمام اون جایی نبود که خانم گوگوش در نوجوانی هنر نمایی میکرد. هم توی این سینما ولی بیشتر توی سینمای جهان که پایین توی خیابون شاهپور که میرفتیم پایین بعد پارک شهری که شد بره. که اون نبود اونجا تو اون سینما آکروبات های گوگوش آتشین، خانم گوگوش آتشین بود و من اولین بار اونجا ایشون رو دیدم. بله. یک مطلبی هم توی سینما میهن هست راجع به ایشون. لطف. عرض کنم خدمتتون که ما میرفتیم این سینما و کنار اونجا یک کافه جوانان بود. باید تصمیم میگرفتیم که یک بستنی یک قرونی بخریم یا اینکه در سینما دو تا شکلات بخریم. میفروختن توی چیز اینا و شکلات هم مزه بنزین میداد و این حرفا. ولی تا مدتی برنامه سینما رفتن ما این بود تا جرأت این بکنیم و بتونیم برسونیم خودمونو به لاله‌زار. چون سینماهای اینجا یکی اون جهان بود که فیلمایی میداد که ما علاقه نداشتیم. سینما میهن فیلمای خارجی نشون میداد و با میان پرده هایی که داشتند. و بعد سینمای میترا بود نمیشتم و شد میترانو. حالا این داستان براتون بگم. سینما میترا حالا ما هنوز به توپخانه نرسیدیم این بیمارستانی بود لغمان که... بود؟ نه نه بیمارستان ابن سینا. این میترا بود که سالن تابستونی هم داشت. سینما زهره هم داشت، یه حیاتی داشت مال مولان روژا بود. اون وره اینا حالا ما هنوز خیابون سپهی ما در خیابون سپهی بله چهارراه حسن آباد شاپور و ادامه خیابان سپه به طرف توپخانه، میدان توپخانه. و در این سینما به خلاف سینمای میهن سریالای آمریکایی رو نشون میدادن. سائقه، شزم، نمیدونم تمام اینها رو. و ما تمام اینها رو میخواستیم ببینیم و از اونجا دعوای ما، من داشتم سنم میرفت بزرگ بیشتر می شدم، اینا میخواستم سلیقه به خرج بدم و علاقه داشتم. خیلی طبیعی بود که بخوام فیلمای زد و خوردی نگاه کنم یا آدم چیز بکنم و من بیشتر ترجیح میدادم که اون فیلم رو ببینیم. در هر حال تا وضعیت ما درست بشه خیلی ها ما رو فامیل پدری ما خیلی فکر میکردن که باید پول تو جیب ما بذارن همچین کاری بکنن. در نتیجه تقریبا ما در هفته 3-4 بار می رفتیم سینما. اجازه داشتیم درس بخونین و یا درس سر جاش بود ولی تا یه مدتی مادر بزرگ ما با ما می اومد. بله با ما می اومد و
کم کم که یک کمی بزرگتر شدیم به ما اجازه دادن که خودمون بریم. انتخاب فیلم ها کی بود؟ همینه میخوام عرض بکنم که دعوامون میشد، من و برادرم دعوامون میشد، اون فیلم های بهتری رو میخواست ببینه، سر و ته داشته باشه، اینا من میخواستم سریال سائقه و اجدافه ایکر نمیدونم فلان اینا. وسترن چیزی نبودین هنوز؟ چرا وسترن ها رو میدیدین ولی همیشه وسترن نبود، تا برسیم به لاله‌زار و بعد سینمای رکس و سینمای پایین‌ترش، سینمای ایتالیا، کمدی‌های ایتالیا، نئورئالیسم، اینا بعده این دوره که من دارم میگم 1130 30 تا 40 دیگه. نه نه این صحبتایی که من دارم میکنم مربوط به قبل از 1332. عجب. اینجوری باید بگیریم، برای اینکه من 1332 13 سالم. درست. این داستانه که برای شما دارم میگم مربوط به 7 8 9 10 11 سالگی منه اینا، و ما اون تا همون وقت هر کدوم اون نفر، یعنی هر دوتا اون با هم مشترک هستیم در دیدن 300 تا 400 تا فیلم و این سریال ها، تمام این سریال ها. تلویزیون نیومده هنوز خونتون؟ نه تلویزیون وقتی که اومد، خب این معترضه ایست در بین این صحبت، تلویزیون ثابت بود اول که اومد و ما به کارهای دیگه یه فرهنگی هنری هم میرسیدیم، چون دیگه وقتی که ما به 11 سالگی رسیدیم کمی زندگیمون تقسیم شد که باید پیش مادرمون هم میرفتیم که متارکی کرده بودن و اونجا هم باز یه داستانی دیگری داشتیم، ساز بزنیم، بریم نوت یاد بگیریم، بریم یاد گرفتیم. پیانو رو دیدم پایین ولی نمیدونستم. به هر حال شروع آشنایی با موسیقی ما از برادر من باز جدیتر و من خوش آوالیشون چنین برادر کوچکتر است. شما در نقاشی، در سینما، همه جا قدردان او هستید. خیلی خیلی بعد مهمترین چیزی که من عصبانی کرد این بود که کلاس هفتم هشتم میخواستم در زبان انگلیسی میخواستم کار بکنم. خب بعض وقتی یه لغتی یادم نمیاد، ما داشتیم درس کلاسیک انگلیسی میخوندیم و او داشت پاکت بوک میخوند، اینجوری جلو رفته بود، من سوال میکردم این لغت چیز، میگفت look up into the dictionary، نگاه کن توی فرهنگ، نگاه کن. به هم بر میخورد که برادره میدونه و من گذاشتم پشت آموزش رو یاد گرفتن انگلیسی. شما ترجمه هم یادمه در همون نوجوانی من ترجمه های شما رو میخوندم. در نتیجه همینجا مادر ما رو فرستاد به کلاس های زبان. کلاس های زبان از دوره دبیرستان ما روز دبیرستان بودیم، یا سینما بودیم یا کلاس های زبان اینجوری. تا برسیم به اینکه پروفیشنسی بگیریم، حالا داریم اینو میگیریم، به دیپلم نرسیدی. کدوم دبیرستان میرفتین و چه رشته ای میخوندین؟ من ریاضی خوندم در دبیرستان اسداوادی، میدان رشدی. در میدان رشدی. آیا یادتون اولین بار نوشتتون در بغیر از بامشاد، اونجا که دیگه فریدون مایزی مقدم همه میشناسن، کجا بود؟ فریدون مایزی مقدم شناسی فکر میکنم با ترجمه یک کتاب پنلوپی هاستن برای نگین شروع شد. فکر میکنم بله در نگین شروع شد. من مجله خیلی معتبر مال آقای عنایت. بله آقای محمود عنایت. و فکر میکنم که نیمه ای از این کتاب رو در چند شماره نگین من ترجمه کردم و چاپ کردم. بیشتر اتفاقا قسمت های مربوط به نئورالیسم و سینمای سینما اومد شما رو انتخاب کرد یا شما رفتین سینما رو انتخاب کرد؟ نمیدونم. به هر حال در مقدمه کتاب سینما میهن من یک چیزی که نوشتم اینه که ما در دنیایی زندگی میکردیم که اگر این سینما نبود، با هر شیوهی و با هر وضعی که این سینما داشت،
ما اصلا دنیا رو نمیفهمیدیم، نمیتونستیم بفهمیم، نمیتونستیم. این پنجره، این پنجره باشد. حتی سینما ما رو بر طرف کتاب. دقیقا. من یادم میاد که در کتاب خونه پدر من یک سری کتاب ها غایب بود، نبود. خیلی ترجمه های خوب اون دوره ای رو من در این کتاب خونه کوچیک پدرم دیدم. خانوادگی. ترجمه های موریس مترلینگ، نمیدونم اسفین کالویل، نمیدونم همه اینا رو من اونجا میخوندم. ولی بعد تاریخ ایران کتاب که الان اینجا میبینید که هست، شروعش یک معلم آکاردئون داشتم، همسن و سال خودم، ولی خیلی خوب پیش آقای شکیب خیلی خوب سولفژ و دیکته موسیقی خوب یاد گرفته بود و یک آکاردئونیست خیلی خوبی بود برای یک نوجوان 13-14 ساله. من میرفتم به خونه اونها یک ذره آکاردئون یاد بگیرم، یک ذره از این کارو بکنیم. بعد میشستم کتاب خونه اونا نسبتاً بد نبود، از این کتاب ها کسروی اونجا میخوندم، تاریخ ایران رو اونجا میخوندم. و یکی از دلایل این کار دیدن فیلم های تاریخی بود، دیدن فیلم های تاریخی بود. نمیگم که این دوره ها و کنجکاوی با هم شما رو بردن دیگه. به این صورت من فکر میکنم که من فکر میکردم که حالا یک آناکرونیک شاید پیش بیاد بابت این که شاید اینها همزمان نباشن. ولی من یادم میاد که دوبله فیلم که میشد چیز نمی کردن زیاد، مثل بعد حساسیت سانسوری نشون نمی دادن، شروع شده بود اینا. بعد فیلم های تاریخی که می دیدیم طبیعی بود که حتی مثلا 20 سال بعد 30 سال بعد هم اومدن فیلم بسازن با همین رفتار بیشتر توهین آمیز، برای اینکه وضعیتی که در ایران پیش آمده بود اجازه می داد که این توهین ها رو بکنن. وقتی که اینا فیلم 300 نفر و 400 نفر رو ساختن در ارتباط با رفتن ایران و شکست خوردن ایران در دریا در مقابل یونانیا و قیافه‌ای که و فیزیکی که برای ایرانیا ساخته بودن، این کار رو کرده بودن، اینا مربوط به همین چند 7-8 سال پیشه، 10 سال پیشه. ولی اون دوره ادبیات اومده بود رفته بود توی فیلم، رفته بود هالیوود و میگفت سرداری از پیروزی برگشته بود، از پارس برگشته بود، دوبله بدون اینکه ملاحظه حساسیت داشته باشه مثلا مارسلوس بگویید بدانم شنیدم که این پارسیان در کشور خود چهار دست پا را می روند. و من اینو با گوشه خودم شنیدم، البته سالها بعده، ولی در هر حال کشیده شدن به کتاب از به قول اینها به یمن پنجره سینما بوده. این پنجره رو باز نگه دارین، چون متاسفانه در این دومین برنامه هم وقت این برنامه تمام شد. امیدوارم در برنامه های دیگر ادامه شیرینی های گفتارتون که نوعی معصومیت جوانی، غرور ایرانی بودن، آگاهی های فرنگی شما در هر جملش هست بیشتر و بیشتر بشنویم.